بانوید خداوند به یک گزارش اختصاصی و جنجالی از کانال شهر نیوز خوش آمدید. وزیر خارجه پیشین آمریکا می گوید که اشرف غنی مانع مذاکرات صلح بود و انتخابات را هم دزدید. اما در جواب او امرالله صالح گفت است که رئیس جمهور غنی صلح واقعی می خواست، اما آمریکا افغانستان را به پاکستان سپرد. برای جزئیات بیشتر این گزارش مهم را تا آخر بیننده باشید. مایک پمپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در اظهارات جدیدش گفته است که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به شدت مخالف مذاکرات آمریکا و طالبان بود. او همچنان اشرف غنی را متهم کرده است که در انتخابات 1398 تقلب کرده است. آقای پمپئو در نشستی که در دانشگاه شیکاگو صحبت می‌کرد در پاسخ به این پرسش که آیا او از اشرف غنی خواسته بود که از قدرت کنارگیری کند گفته است که این کار را نکرده است. او گفته است که اشرف غنی فکر میکرد که من این کار را کردم، ولی من این کار را نکرده بودم. من به طرز باور نکردنی از رئیس جمهور غنی ناامید شده بودم. او در ادامه گفته است که مذاکرات آمریکا و طالبان را لازمی ندانسته و گفته است که باراک اوباما هم برای گفتگو با طالبان تلاش کرده اما موفق نشده است. آقای پمپئو افزوده است که رئیس جمهور غنی به شدت مخالف یک گفتگو بود و حاضر نبود این کار را انجام بدهد. او فقط در تلاش برای انتخاب مجدد بر ریاست جمهوری بود. او با مهارت بیشتر از رقیب خود یعنی دکتر عبدالله که در انتخابات پیشتاز بود، انتخابات سال 1398 را دزدید. بنابراین او مخالف این مذاکرات بود. او دوست نداشت که ایالات متحده با طالبان مذاکره کند، اگرچه این مذاکرات فوق‌العاده بود. وزیر خارجه پیشین آمریکا مذاکرات با طالبان را بسیار سخت توصیف کرده و گفته است که او با یک مقام طالبان دیدار داشته که دوستش را کشته بود. رفتن با اتاق و مذاکره کردن با فردی که یکی از عزیزانت را کشته است سخت است، اما برای آمریکا مهم بود که این را درست کند. آقای پمپئو در بخش صحبت‌های خود افزوده است که در افغانستان گروه‌های مختلف سیاسی وجود داشت و دست یافتن به تفاهم در میان گروه‌ها احتمالاً یک مذاکره 5 ساله و 10 ساله را در بر می‌گرفت. او همچنان گفته است که قرار بود این مذاکرات انجام شود، اما به گفته او اشرف غنی حاضر نبود. رئیس جمهور اشرف غنی حاضر نبود. او نمی‌خواست در این مذاکرات شرکت کند. این تأسف برانگیز است. آقای پمپئو در پاسخ به پرسشی که چگونه از مذاکرات آمریکا و طالبان با توجه به وضعیت زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند، نیز افزوده است که آمریکا با پایان دادن حضور خود در افغانستان جان آمریکایی‌های خود را نجات داده است. او همچنان اضافه کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین برای خروج از افغانستان کارزار انتخاباتی براه انداخت که دیده می‌شد مردم آمریکا خواستار خروج آنها از افغانستان بودند. در همین حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اظهارات مایک پمپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا مبنی بر مخالفت رئیس جمهور غنی با مذاکرات صلح را رد کرده است. آقای صالح گفته است که رئیس جمهور اشرف غنی می‌خواست که صلح واقعی بیاید، اما تصمیم پنهانی آمریکا تحویل دهی افغانستان بر راولپندی بود تا با گفته خودشان به جنگ کلان اوکراین و آینده آماده شوند. او با اشاره به یک موضوع نهایت مهم افزوده است که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ من به او احتمالات را توضیح دادم. 11 دلیل آوردم که دارید کشور ما را به پاکستان و توریست‌ها تحویل می‌دهید و این موضوع هرگز صلح را در افغانستان نمی‌آورد. و ای گفت آنچه می توانیم امضای معامله دوحه را تا 15 روز به تعویق اندازیم تا طرفدارانتان را بسیج کنید. به همین سادگی. امرالله صالح همچنان افزوده است که اینها انسانیت را به خاطر منافع استراتژیک زیر پا کردند و حالا آسانترین گریز همین قصه های بی اساس است. مایک پمپئو اخیرا در بخشی از سخنان خود گفته بود که رئیس جمهور اشرف غنی مخالف گفتگوهای صلح بود، در حالی که رئیس جمهور غنی در 29 فوریه سال 2018 بدون هیچ قید و شرطی خواستار صلح با طالبان شد و در ماه جون همین سال یک آتش بس موفقیت آمیز را نیز اعلام کرده است. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد گفتارهای مایک پمپئو و امرالله صالح در مورد اشرف غنی چیست؟ از نظر شما واقعیت‌های افغانستان را کدام آنها بیان می‌کند؟ نظراتتان را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.